با پیروزی در ایالت پنسیلوانیا، جو بایدن نامزد حزب دموکرات برنده انتخابات ریاست جمهوری شد. 6 ساعت و نیم از حالا رئیس جمهور منتخب جو بایدن بر روی اون سن میلیون‌ها آمریکایی را خطاب قرار می‌دهد، اما از هم اکنون طرفدارانش اینجا منتظر او هستند. در ادامه این برنامه 60 دقیقه، بایدن بر جام و تحریم‌های کمرشکن ترامپ، امیدواری حکومت ایران درباره دولت بعدی آمریکا چقدر واقع بینان است؟ نقش کووید 19 در شکست ترامپ، آیا ویروس کرونا مهمترین عامل بود؟ تاریخ سازی در ماراتون کاخ سفید، کامالا هریس اولین زنی است که معاون رئیس جمهوری آمریکا می شود. سلام، شبتون بخیر و روزتون بخیر اگر در آمریکا بیننده برنامه ما هستید. با پیروزی در ایالت پنسیلوانیا، جو بایدن نامزد حزب دموکرات برنده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شد بعد از چندین روز رقابت نفسگیر و نتایجی که به دفع کرات تغییر کرد. در نهایت آقای بایدن پیروز انتخابات شد، هرچند کمپین آقای ترامپ به نظر میاد که اعلام کرده که از دید او این رقابت پایان نیافته. همونطور که صداها رو میشنوید در اینجا در دی سی در اطراف کاخ سفید، طرفداران آقای بایدن در حال برگزاری جشن هستند. صدای بوق اتومبیل هاشون رو احتمالاً میشنوید. میدونیم که اطراف کاخ سفید در حال راهپیمایی هستند. همزمان در بسیاری از ایالات طرفدار آقای بایدن هم تجمع های پیروزی در جریان، از جمله ویلمینگتون، جایی که بهمن کرباسی همکارم در اونجاست، جایی که آقای بایدن قراره در اونجا آمریکایی ها رو تا ساعتی دیگر خطاب قرار بده. بهمن، منتظر اون بودن و قرار 6 ساعت و نیم دیگه رعنا پشت این چادر سفید که زیر این پرچم آمریکا ارائه بشه، خطاب به میلیون ها آمریکایی که منتظر این لحظه بودن. 75 میلیونشون دست کم با آقای بایدن رای دادن، ولی طرفداران او از همین الان آمدن اینجا، منتظرن که بتونن وارد محل بشن که به سخنرانی او حضوری گوش بدن. 4 روز منتظر بودن، بسیارشون منتظر بودن که این لحظه زودتر برسه، ولی به هر حال حالا در هوای خیلی خوب شهر ویلمینگتون و شرق آمریکا رسیده. دقیقاً 48 سال پیش در چنین روزی جو بایدن در یک تلاش برای رسیدن به مجلس سنا پیروز شد. اولین انتخاباتی که درش شرکت کرد، یکی از جوانترین سناتورهای زمان بود. حالا نزدیک نیم قرن بعد منتخب مردم آمریکا شده برای مقام ریاست جمهوری، 46th رئیس جمهوری آمریکا، و معاونش برای اولین بار یک زن رنگین پوست به مقام معاونت ریاست جمهوری میرسه. میدونیم که در این 4 روز اینجا تحولات زیادی در جریان بوده، هم شمارش آرا، هم استراب، هم نگرانی از اینکه دعواهای حقوقی ممکن است راه رسیدن به او رو کند بکنه، راه رسیدن او به ریاست جمهوری رو کند بکنه. حالا همه اون نگرانی ها عمدش از بین رفته و ستاد کارزار انتخاباتی آقای بایدن بسیار خوشحاله. برای دومی بار در تاریخ آمریکا هم هست که یک زن رئیس این ستاد انتخاباتی، یک کاندیدای پیروز در انتخابات بوده، و همچنین این واقعیت که در شرایطی تونستن یک رئیس جمهوری رو شکست بدن که در طول 100 سال گذشته فقط 5 بار رئیس جمهوری که مستقر بوده موفق نشده به دور دوم بره. این رئیس جمهوری پایان دادن به ریاست جمهوری آقای ترامپ کار بسیار مشکلی بوده که آقای بایدن حالا با کارزارش بسیار خوشحالند که درش موفق شدند. بعدن آقای بایدن واکنشی هم نشون داد، از اون واکنش بگو. در بخش از صحبتاش گفته که زمان اینه که آمریکا دوباره متحد بشه و بهبود پیدا بکنه. منظورش از بهبود پیدا کردن چیه؟ صدای منو نداری؟ بسیار خوب، اجازه بدید بریم پیش خشایار جنیدی، دیگر همکارمون که در فیلادلفیا در پنسیلوانیا هست. خشایار، بهمن صدای منو داری؟ بله الان اومد.
و احمد میدونیم که آقای بایدن واکنش نشون داده و از جمله اولین واکنش‌هاش این بود که زمان این رسیده که آمریکا دوباره متحد بشه و بهبود پیدا بکنه. منظورش چی از بهبود پیدا کردن؟ این اختلافات و دو قطبی عمیقی در آمریکا وجود داره. یکی از شعارهای آقای بایدن از همون آغاز که وارد انتخابات‌های درون حزبی دموکرات‌ها شد این بود که ما باید سعی کنیم این اختلافات رو کاهش بدیم و بسیاری از در جناح چپ حزب دموکرات میگفتن که تو خیلی ساده‌ای که فکر می‌کنی میشه با جمهوری‌خواهان دیگه وارد یک تعادلی یا معامله‌ای شد و بعضی اختلافات رو از بین برد و به وجوه مشترک رسید، ولی او اصرار داشت که نه، مردم آمریکا از ما می‌خوان که طوری عمل بکنیم که بتوانیم در بعضی موارد حداقل با طرف مقابل به گفتگو بنشینیم و به توافق برسیم. برای همین هم تاکیدش این بود که ما رقیب سیاسی هستیم، دشمن هم نیستیم. این بسیار از نید آقای بایدن میتونست پیام موثری باشه برای جامعه‌ای که بخش بزرگیش خسته است از این همه تنش سیاسی بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، به تنش‌هایی که در این 4 سال در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ واقعاً به نقطه جوش رسیده و به نظر میاد که حتی اگر معلوم نیست حالا در عمل چقدر بتواند با جمهوری خان توافق برسه در مورد بعضی سیاست ها، اما پیامش پیامی بوده که بسیاری هم در درون حزب دموکرات پذیرفتن و ازش حمایت کردن و حالا 75 میلیون، نزدیک 75 میلیون، البته تعداد زیادی رأی هنوز خوانده نشده مانده، اونها هم به این درجه رسیدن که این گامی است که باید برداشته بشه، تلاشی است که باید بشه که این دو قطبی کاهش بده کنه. این شعار آقای بایدن قطعاً در پیروزیش موفق بوده. البته شرایط دیگری که ما درش هستیم، نارضایتی از وضعیت کرونا و آقای ترامپ، همه دست به دست هم داده، ولی به هر حال اون چیزی که آقای بایدن رو متمایز می‌کرد از بسیاری از رقبای مخصوصاً چپگرای حزب دموکرات این بود که میگفت باید میانه روی کرد، باید سعی کرد بچه مشترک پیدا کرد با کسانی که باهاشون اختلاف سیاسی داریم. متشکرم بهمن کرباسی. اجازه بده بریم به فیلادلفیا در پنسیلوانیا، جایی که خشایار جنیدی همکارم اونجا حضور داره از ساعت اولیه صبح و جایی که در نهایت سرنوشت این انتخابات رو تعیین کرد. خشایار، دقیقا همینطور هست. اتفاقا چند دقیقه پیش آقای اومد از من سوال پرسید که برای کجا کار میکنم، کجایی هستم، و وقتی براش گفتم گفتش که به هموطنات بگو که ما بودیم که بایدن رو به آمریکا هدیه دادیم. پنسیلوانیا نقش بسیار مهمی داشت در این پیروزی. 20 رأی الکترال این ایالت در نهایت به قیمت ریاست جمهوری برای آقای ترامپ تموم شد و آقای بایدن رو هل داد به سمت کاخ سفید. جو رو اینجا میشه قشنگ دید. الان پشت من یک جمعیتی جمع شدن در برابر مرکز همایش‌های فیلادلفیا، جایی که آرای مربوط به این شهر در اون شمارش میشد و خیلی خوشحالند، در حال رقصیدن هم بعضی ها بوق میزدن، علامت های دستشون هست، تابلو های دستشون بود در حمایت از آقای بایدن. اما این رو هم بگم در برابر اونها یک گروهی هم تجمع کردن با پرچم های آقای ترامپ و نمادهای کارزار انتخاباتی آقای ترامپ و کماکان دارن از اون حمایت میکنن. اتفاقا این موزیک بلندی که میشنوید رو اونها دارن پخش میکنن و خیلی جالب هست، از صبح تا حالا اینها موزیک پخش میکنن و هر موزیکی که پخش میشه دو طرف باهاش میرقصن و ابراز هیجان نشون میدن. متشکرم خشایار. با ما بمون. بهمن کرباسی از ویلمینگتون، ستاد انتخاباتی آقای بایدن. بهمن، مشخص هست که برنامه های آقای بایدن چیه؟ قرار از این به بعد چه اتفاق بیفته در ساعت آینده؟ قبل اینکه بگم رانا، اینجا خیلی شلوغ شد برای اینکه یک نفر، یه زوج به هم پیشنهاد ازدواج دادن در وسط همین جمعیت، برای همین خیلی شلوغ شد اینجا. ولی ستاد آقای ترامپ، ستاد آقای بایدن الان در واقع نام، هم ماهیتش تغییر میکنه هم نامش تغییر میکنه. الان دیگه از یک کمپین تبلیغاتی، از یک کارزار، به سرعت تبدیل میشه به یک دولت در سایه. باید مقدمات تحویل قدرت رو فراهم کنند، باید تیم تشکیل دولت، مقام هایی که قرار منصوب بشن رو تشکیل بدن. این تیمی است که نزدیک 4000 نفر رو در از وزرا گرفته تا معاونت وزرا و انواع اقسام پست های دولتی، باید تعیین کنند که چه کسانی خواهند بود. همه اینها یک پروسه بسیار وقت بر هست و باید در همین دو ماه خورده ای که در روز
سوگند یاد کردن آقای بایدن باقی مانده انجام بدن. امشب البته در کوتاه مدت برنامه این است که بیاد اینجا ساعت 8 شب این سخنرانی پیروزی، این جشن پیروزی که همش به تاخیر افتاد در این 4 روز و نهایتاً بگیره و به تبع میلیون ها آمریکایی اون رو نگاه خواهند کرد و تعداد زیادی هم از جمعیتی که اینجا هستن و کسانی که در طول روز میان برای شنیدن حضوریش به اینجا خواهند آمد. در نتیجه در 24 ساعت گذشته یه سری کارهای نمادین و سمبولیک از جمله سخنرانی پیروزی، جمع شدن این جمعیت، بعد هم انتقال این تیم به اصطلاح تحویل قدرت به ویلمینگتون، همه آنچه که دولت در سایه آقای بایدن انجام خواهد داد در ویلمینگتون خواهد بود. اینجا مکانهایی رو گرفتن برای مقامهایی که قراره در دولت آینده کمک بکنن. اینجا کمیته های مختلفی تشکیل خواهد شد. دیدارهای آقای بایدن و خانم هریس معاونش اینجا خواهد بود. همه چیز در دو ماه و نیم آینده در ویلمینگتون خواهد بود قبل از اینکه به کاخ سفید برن. ولی در این حال باید یادآوری کنیم که گویی که حالا این یک روز پایانی است برای آقای ترامپ، برای ریاست جمهوری آقای ترامپ، اما شمه سیاسی او رو نباید دست کم گرفت. دقیقاً یک سال و نیم پیش بود که قبل از هر کس دیگه این آقای ترامپ بود که تشخیص داد خطر جدی براش بیش از هر کاندیدای دیگر دموکرات جو بایدنه، که تصمیم گرفت با رئیس جمهور اوکراین رو تحت فشار بذاره، براش پرونده از اونجا درست کنه که پیشگیری کنه از چنین روزی و منجر به استیضاحش شد. در نتیجه هیچ کس به اندازه آقای ترامپ شناخت نداشته از اینکه کدام یک از این کاندیداهای دموکرات ممکن است که به ریاست جمهوری او پایان بدن، و این تشخیصش قطعا مشخص شد امروز که درست بوده. خشایار، در فیلادلفیا چند ساعت پیش آقای ترامپ گفتش که اونجا یک کنفرانس خبری قرار برگزار بشه. آیا اون کنفرانس برگزار شد؟ میدونیم که درش چی گفته شد؟ جولیانی، وکیل شخصی آقای ترامپ، در این کنفرانس خبری در فیلادلفیا که تشکیل شد به این نکته اشاره کرد که فیلادلفیا به گفته او یک مرکز حرفه‌ای برای تقلب در انتخابات هست، و گفتش که دموکرات‌ها 200,000 رأی به صورت غیر حضوری و پستی رو فرستادن و خواستار این شد که اعتبار 600,000 رأی در منطقه در ایالت پنسیلوانیا رو زیر سوال برد و گفت اینها باید بررسی بشن. افرادی رو ازشون نام برد که به عنوان ناظر در صندوق‌های رأی بودن و اینها نتیجه به گفته او نتیجه شمارش آرا رو تایید نکردند و گفت همه این افراد تک تک به دادگاه خواهند اومد تا در دادگاه شهادت بدن. قبل از این هم، یعنی همزمان با اعلام پیروزی آقای بایدن، ستاد انتخاباتی آقای ترامپ یک بیانیه صادر کرد. آقای بایدن رو متهم کرد که خیلی عجولانه و به نادرستی داره خودش رو رئیس جمهور آمریکا معرفی میکنه و گفته که ستاد آقای ترامپ این قضیه رو از طریق دادگاه پیگیری خواهد کرد و دوشنبه که روز اول هفته است به سراغ دادگاه ها خواهند رفت برای پیگیری این قضیه. متشکرم خشایار جنیدی از فیلادلفیا در ایالت سرنوشت ساز پنسیلوانیا، جایی که پرونده این انتخابات رو بست و به نفع جو بایدن رقم زد. اینجا همراه من هادی نیلی همکارم هست. هادی، به نظر میاد که آقای ترامپ کماکان قصد پذیرش نتیجه رو نداره. واکنشش تا اینجا چه بوده؟ ساعت قبل از اینکه نهایی بشه این رأی ایالت پنسیلوانیا و همه رسانه‌ها از جمله فاکس نیوز که رسانه مرجع هست برای خیلی از هواداران آقای ترامپ یک توییت کرد با حروف بزرگ، که تعبیر عموماً اینه اگر کسی با حروف بزرگ توییت میکنه یعنی داره فریاد میزنه. توییت کرد که من بردم با فاصله خیلی زیاد، و بعد راهی یک زمین گلف شد در ویرجینیا در جنوب پایتخت آمریکا، حومه جنوب پایتخت آمریکا، و لحظه‌ای که خبر پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمد، آقای ترامپ اینطور که گزارش شده در زمین گلف مشغول گلف بازی بوده. ولی خب موضعش رو قبل از اون روشن کرده بود که گفته که اعتقاد داره که او برنده هست. شب انتخابات این رو گفت، چند ساعت بعد انتخابات، قبل از اینکه میلیون‌ها رأی هنوز شمرده شده باشه، بدون اینکه شواهدی ارائه بده گفت برنده شده، گفت یک کلاهبرداری و تقلای بزرگ در گرفته. تا این لحظه هنوز ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و خودش یا کسی از نزدیکانش گواه و سندی در مورد این تقلب گسترده ندادند. اون شکایت‌هایی هم که حالا به دادگاه شده خشایار توضیح داد، اغلب مواردی هست که نقش تعیین کننده‌ای در آرا نخواهد داشت،
فاصله آرا در این ایالت‌هایی که الان به نام جو بایدن شناخته میشه در جیب جو بایدن گذاشته شده انقدر زیاده که با این جبران نمیشه. اما بیانیه‌ای که از ستاد آقای ترامپ و از طرف ستاد آقای ترامپ و با اسم با امضای آقای ترامپ منتشر شد دقایقی بعد از اینکه جو بایدن به عنوان برنده شناخته شد، جمله اولش این بود که میدونیم که جو بایدن میخواست عجله کنه تا خودش رو برنده معرفی کنه. واقعیت خب اینه که قبل از اینکه جو بایدن خودش رو معرفی بکنه، با اینکه گفته بود معتقده که اگر آرا شمرده بشه او پیروز خواهد بود، ولی قبل از اون رسانه‌ها بودن که این رو اعلام کردن. رسانه‌ها هم که ما میگیم باید اینو توضیح بدم، اینجور نبود که در تحریریه دو تا روزنامه‌نگار بشینن تصمیم بگیرن. برای هر رسانه‌ای گروه بزرگی از کسانی که تخصص آماری داشتن، تخصص دموگرافیک داشتن، جمعیت شناختی داشتن و نرم افزارها دقیقاً داده پردازی کردند و طبق اون الگوریتم‌ها و طبق سابقه رأی‌ها و مهمتر از اون طبق اینکه اساساً این فاصله‌ای که نامزدها پیدا می‌کنن آیا بزرگتر از میزان آرای باقی مونده میشه یا نه. چون اگر مثلا من و شما با هم تو انتخابات رقابت می‌کردیم، البته احتمالاً با هم مهربون‌تر بودیم، اینجور با هم حمله نمی‌کردیم، ولی اگه من و شما رقابت می‌کردیم و مثلا من 100 رأی بیشتر از شما داشتم و کمتر از 100 رأی باقی مونده بود که شمرده بشه، دیگه من شانسی نداشتم که این نتیجه رو عوض بکنم. به این ترتیب در این بیانیه اومده که جو بایدن خودش رو برنده معرفی کرد، که خب گفتم اول رسانه‌ها این رو معرفی کردن و بعد آقای ترامپ در این بیانیه گفته که پرونده بسته نشده و ما همچنان در دادگاه دنبال می‌کنیم. این رو میتونه یک نامزد بازنده اجازه داره که در دادگاه پیگیری بکنه، بوده قبل از این هم بوده، بار اول نیست یک نامزد نتایج رو به چالش میکشه. در انتخابات‌های کوچکتر، در انتخابات‌های محلی‌تر و ایالتی مسئله پیش میاد، چالش پیش میاد، میرن شکایت میکنن، میگن مثلا در این منطقه مردم نتونستن رأی بدن یا رأیشون اشتباه خونده شده. همه اینا رو دادگاه بررسی میکنه. در نهایت چیزی که روشنه اینه که 20 ژانویه آخرین روز دوره ریاست جمهوری کنونی هست و اینطور که الان ما می‌بینیم جو بایدن پیروز این انتخابات و بیش از حد نصاب هم داره رأی الکترال جمع می‌کنه، به هر حال خیلی شانس چندانی شاید نداشته باشه. خیر، مگه اینکه معجزه‌ای بشه یا تقریبا چندانی بشه تمام این گروه‌ها. تقریبا کنش‌های جمهوری‌خواه چطور بوده؟ می‌دونیم که در یک دو روز گذشته پسر آقای ترامپ رودی جولیانی وکیلش عصبانی بودن، خواهان حمایت حزب جمهوری‌خواه بودن، اما همین الان می‌دونیم که آقای میترامی تبریک گفت پیروزی آقای بایدن رو. فکر می‌کنی چه اتفاقی داره در داخل حزب جمهوری‌خواه می‌افته؟ اگر برگردیم به حدود 5 سال پیش، زمانی که دونالد ترامپ تازه داشت تلاش میکرد که رقابت بکنه، زمانی که همه خیلی عده‌ای کسی از تحلیلگران سیاسی و کسانی که دست در کار سیاست بودن جدی گرفتن او رو، وقتی که تلاش میکرد اول در مناظره های درون حزب جمهوری خواها دستش مینداختن مرتب، همین کسانی که الان حمایت میکنن ازش، مارکو روبیو، تد کروز، این افراد. بعد کم کم باش بحث کردن، بعد کم کم کلافه شدن از دستش و در نهایت او شد نامزد حزب جمهوری خواه. تمام حزب با پشت خودش آورد و اونها هم اومدن پشتش. بعضی از جمهوری خواهان هیچ وقت نیومدن پشت آقای ترامپ، هیچ وقت دلشون صاف نشد. میترامنی که میگی، با اینکه دونالد ترامپ باش جلسه گذاشت، عکسش هم منتشر شد که گفته بودن میخواد وزیر خارجش بکنه یا چی، در نهایت کسی بود که سناتوری جمهوری خواهی بود که در کنگره وقتی که استیضاح دونالد ترامپ بود رأی به عدم تبرئه دونالد ترامپ داد، تنها جمهوری خواه و اولین بار که یک سناتور رأی به عدم کفایت یا برکناری رئیس جمهوری از حزب خودش داد. میترامنی کسی بود که آبش کمتر با دونالد ترامپ در یک جوب رفت، الان اومده توییت کرده و تبریک گفته به جو بایدن و کامالا هریس از طرف خودش و همسرش، کسی که سال 2012 با باراک اوباما رقابت کرد از طرف حزب جمهوری خواه. اما محدود به اینها هم نبوده، در جمهوری خواهانی که معمولا از دونالد ترامپ حمایت میکنن هم این چند روز چندان حرفی که اونطور شدید و اونطور که خود دونالد ترامپ موضع گرفته موضع بگیرن ندیدیم. بله، هم خیلیاشون گفتن که باید آرای غیرقانونی شمرده نشه، باید آرای قانونی شمرده بشه. خب این حرفی بود که کسی مخالفتی باش نداشت، یعنی کسی نیومده بود که بگه آرای غیرقانونی باید شمرده بشه، آرای قانونی شمرده نشه. اما دونالد ترامپ که گفت کلاهبرداری بزرگ، گفت انتخابات رو از من دزدیدن، من برنده شدم، این حرفا رو حتی عالی رتبه ترین مقام‌های جمهوری خواه هم اینطور شدید و غلیظ تکرار نکردن. از اون گذشته بعضی از جمهوری خواهان حتی شروع کردن به حرف زدن در این مورد که این منش و روش درستی نیست. بعضی گفتن که دونالد ترامپ الان نه بعد خودش رو دیگه نامزد حزب جمهوری خواه باید ببینه، باید خودش رو رئیس جمهوری ببینه که باید در حد یک رئیس جمهور باید رفتار بکنه. بعضی به او یادآوری کردن که 4 سال پیش خود او با همین نظام انتخاباتی و با همین تقریبا با همین مسئولان انتخاباتی از جمله در ایالت‌هایی که دموکرات‌ها قدرت داشتن پیروز شد.
در یکی از این مصاحبه‌هایی که در شبکه‌های تلویزیونی بود، در شبکه فاکس نیوز، یکی از روزنامه‌نگارانی که به نسبت در واقع مستقل عمل می‌کنه، از نیوت گینگریش، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا که از آقای ترامپ حمایت می‌کنه، پرسید که شما چطور دارین ادعای تقلب می‌کنین وقتی که 4 سال پیش با همین نظام و با همین آدم‌ها آقای ترامپ برنده شد و اون موقع حرفی از تقلب نزد، به این معنی که نتیجه که خودش برده رو زیر سوال ببره. اگر مسیر همین پیش بره، ما می‌بینیم رهبران جهانی دارن یکی یکی برای جو بایدن پیام تبریک می‌فرستن، رهبران کشورهایی که هم پیمان آمریکا هستند، این بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، کانادا، اینجور کشورها، اگر مسیر همینجور پیش بره و تثبیت بشه این پیروزی آقای بایدن بیشتر و بیشتر به رسمیت شناخته بشه، شاید ما شاهد این هم باشیم که جمهوری خواهان بیشتر و بیشتری لایه لایه یا جدا بشه از دونالد ترامپ یا حداقل کنار بایستن، همونطور که وقتی دونالد ترامپ داشت تلاش میکرد نامزد بشه لایه لایه ازش حمایت کردن. متشکرم. اجازه بده فرشته پزشک کارشناس امور بین الملل رو داشته باشیم. خانم پزشک، با شناختی که از دونالد ترامپ در این سالها داشتیم، او روحیه جنگجویی داره، فکر میکنید که به چطور تلاش خواهد کرد که به عدم پذیرش نتیجه انتخابات ادامه بده؟ احتمالاً همینطور که همکارانتون هم اشاره کردن، تلاش بکنن که روند قضایی رو پیش ببرن، ولی خب تقریباً مشخصه که در روند قضایی چندان موفق نخواهند بود، به دلیل هم اختلاف آرا، همین که در چند ایالت مختلف هست و وکلای جمهوری خواهی که در کمپین در زمان اختلاف بین آقای بوش و الگور در سال 2000 برای آقای بوش کار میکردن، بسیارشون معتقدن هر چقدر که از روز انتخابات بگذره، اگر شما مستندات و شواهد محکمه پسند جمع نکرده باشین، بعد از اون خیلی سخته که بتونین دادگاهی رو قانع بکنین که تقلب شده. به علاوه در ایالات متحده به دلیل پروسه رأی‌گیری، شیوه پروسه رأی‌گیری و شمارش آرا که می‌بینین چقدر هم زمان بر هست، واقعا تقلب کار سختی هستش و خب نشون دادن اینکه میزان تقلب انقدر زیاد بوده که قرار چند ده هزار رأی جابجا بشه کار دشواری خواهد بود برای کمپین آقای ترامپ. ولی در این حال به دلیل اینکه این دو آمریکایی که ما الان می‌بینیم دو شقه هست، در دو حباب مختلف زندگی می‌کنن، این دو گروه اصلا اخبار شبیه هم رو ممکنه نشنون، حتی اونها احتمالاً حرف آقای ترامپ رو بخش بزرگشون میپذیرن که تقلب شده. در رسانه‌های راستگرا احتمالاً کماکان این گفتمان تقلب ادامه خواهد داشت و در نهایت میشه انتظار داشت که آقای ترامپ نه نتیجه رو بپذیره، نه اون سخنرانی پذیرش شکست رو که مرسوم هست انجام بده و نه لزوماً به سوگندگذاری آقای بایدن بخواد بره در اون روز. ولی نتیجه رو در نهایت آقای ترامپ تعیین نمی‌کنه، ایالت‌ها هستن که تعیین میکنن و اگر که این شیوه که این اختلاف باقی بمونه، آقای ترامپ بازنده است و کاری از دستش بر نخواهد اومد. خانم پزشک، اشاره کردید به دو پاره شدن جامعه آمریکا. ساده لوحانه است اگر فکر کنیم که پدیده ترامپیزم با شکست او در انتخابات قرار فراموش بشه. بسیاری از ناظران معتقدند که شاهد شروع یک مکتب سیاسی در آمریکا هستیم. نزدیک به 70 میلیون آمریکایی به آقای ترامپ رأی دادند. فکر می‌کنید که در سال‌های پیش رو این گروهی که به آقای ترامپ رأی دادند، چه آیا حاضر هند بپیوندن به آن آمریکای متحدی که آقای بایدن دنبالشه؟ خودتون هم گفتین راه بسیار سختیه و میشه انتظار داشت که در سالهای آینده بخش حداقل زیادی از این افراد اصلا نپذیرن همچین چیزی رو، ولی بستگی به این داره که خب دموکرات ها چطور پیش برن و آقای بایدن چطور سعی بکنه این اختلاف ها رو کم رنگ تر بکنه. دشوار خواهد بود و ممکنه بشه یه بخشی از اونها رو قانع کرد و برگشت به اون سیاست میانه. نباید فراموش بکنیم که از طرف دیگه دموکرات ها یه بخش چپی دارن که به شدت به دنبال این هستن که اون اجندای پروگرسیو خودشون رو پیش ببرن. یعنی اینطور نیست که آقای بایدن با قسمت طیف چپ حزب دموکرات طرف نباشه، یعنی هم با طیف راست جمهوری خواهان و طرفداران آقای ترامپ هست، باید اونها رو یک جوری به سمت خودش بیاره و از طرف دیگه طیف چپ حزب دموکرات رو قانع بکنه. راه سختی خواهد بود و آقای ترامپ از صحنه سیاست قطعاً کنار نخواهد رفت. یعنی بعیده که ما از آقای ترامپ بعد از 21 ژانویه
2021 نشنویم حتما چهره تاثیرگذاری خواهد بود. و کسانی که الان در حزب جمهوری خواه به نظر میاد که میتونن آینده دار باشن همه از اون طیف هستن، یعنی اون گفتمان ادامه خواهد داشت و سالها طول خواهد کشید تا بشه به جایی برگردیم که شاید 10 سال پیش بودیم. ولی در نهایت میگم به عملکرد آقای بایدن و اینکه چطور بتونه اون میانه رو با هم متحد بکنه و گفتمان رو سعی کنه کمی متعادل تر کنه. طرف دیگه این ماجرا مسئله سوشال میدیا هست که آیا در دولت جدید قوانینی وضع میشه که این حباب سوشال میدیا رو بتونن بشکنن، این دو ایالات متحده جدایی که ایجاد شده که اخبار کاملا متفاوتی رو میشنون، فیک نیوزی که خیلی به سرعت پخش میشه و آدم‌ها میپذیرن و راهی برای اینکه بفهمن کدوم اطلاعات درست هست ندارن، برای اون سوشال میدیا چه راهکاری میشه اندیشه. صحبت های زیادی هست که حزب دموکرات داره تلاش میکنه این الگوریتم ها رو محدود بکنه، چون به دلیل آزادی بیان خیلی کاری نمیتونن بکنن در مورد اینکه چه چیزی منتشر میشه، ولی برای الگوریتم هایی که باعث میشن این اخبار خیلی با گستردگی پخش بشه برای اونها چه قانون هایی میشه وضع کرد، همه اینها تاثیرگذار خواهد بود ولی خب زمان بره. خانم پزشک اشاره کردید به اینکه بسیاری معتقدند که شاید آقای بایدن بتونه دوباره اون بخشی از جامعه رو که دموکرات‌ها از دست دادن به دست بره. آقای ترامپ در یکی از سخنرانی‌هاش در یکی دو روز گذشته گفت طبقه فرودست آمریکا من رو نماینده خودشون میدونن و نقدی که بسیاری به دموکرات‌ها در سال‌های گذشته داشتن، گفتن دموکرات‌ها به سمت نخبه‌گرایی رفتن. فکر می‌کنید دموکرات‌ها در 4 سال گذشته آیا درس گرفتند از این نخبه‌گرایی که بهش متهم هستند و حاضرند تلاش بکنند برای جلب اون بخش از جامعه که به سمت آقای ترامپ و افکار او رفته در این سال‌ها؟ باز فکر میکنم چند طیف در حزب دموکرات هستن. شما اگر نگاه بکنید آقای بایدن و آقای سندرز به طور مشخص این دو کسانی هستن که با اون قشری که شما ازشون قشری که فرودست‌تر هستن، طبقه یقه آبی هستن، میتونن ارتباط برقرار بکنن. به همین دلیل شد که اصلا این دیوار آبی در ایالت‌های شمالی برگشت به حزب دموکرات، ولی هنوز این حرف کاملا صدق میکنه. ولی از طرف دیگه صحبت بخش دیگه از حزب دموکرات این هست که چرا ما نباید نخبه‌گرا باشیم، چرا علم، چرا دانش، چرا اینها رو در ایالات متحده مردم باید بد بدونن. این گفتمان در حزب دموکرات در جریان هست و طرفین دارن سعی میکنن به یک راه میانه‌ای برسن که در این حال که میتونن با حزب با افراد فرودست در ارتباط برقرار کنن و مشکلات اونها رو بشنون و راه حل براشون پیدا بکنن، در این حال اون پیام رو بتونن بهشون برسونن. شما اگر نگاه بکنید برای مثال در فلوریدا، ما اینکه فلوریدا به آقای ترامپ رای داده ولی بالای 60% به افزایش حداقل دستمزد رای دادن، چیزی که آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه باش مخالفه. یعنی اون اجندایی که حزب دموکرات دنبال میکنه اگر این پیام رو بتونن به مردم منتقل بکنن بسیار مدافع اتفاقا حقوق اون اقشار هستش، ولی در رسوندن این پیام اون نگاه بالا به پایینی که بخشی از حزب دموکرات دارن این اختلال رو ایجاد کرده که دارن تلاش میکنن با استفاده از چهرهای مثل آقای سندرز، مثل آقای بایدن کمی این رو کاهش بدن. ولی باید دید که در 4 سال آینده هم میتونن چهرهای جدیدی اضافه بکنن، چون خب آقای بایدن و آقای سندرز دوتاشون بسیار مسن هستن. به هر حال برای یک حزب لازمه که بتونن اگر میخوان موفق باشن در انتخابات های آینده، شما نمیتونین با کسانی که 77 سال 78 سال 80 سال سن دارن پیش برین، باید بتونین چهرهای جدیدتری رو بیارین و این دیگه گفتگوییه که در دموکرات در جریانه. متشکرم فرشته پزشک، کارشناس امور بین‌الملل از واشنگتن با ما. و اما از روز سه‌شنبه و پایان انتخابات بسیاری در حال جمع و تفریق و دو تا چهارتا بودند و درباره اینکه در هر ایالت چند رأی کالج الکترال وجود داره و در هر ساعتی کدام نامزد جلوتر و عقب افتاده مشغول حساب و کتاب بودند. اما احتمالاً کسی به اندازه همکاران من کیوان حسینی و مجید افشار مشغول حساب و کتاب نبوده در این چند روز. اما چه شد که جو بایدن موفق شد پیروز این انتخابات بشه؟ کیوان حسینی بیشتر توضیح میده. ممنونم رعنا. بله، جواب در این نقشه است که من روبروش ایستادم و اتفاق در ایالت پنسیلوانیا افتاد که ساعتی پیش بالاخره بی بی سی تونست که پیش بینی بکنه که در این ایالت کلیدی هم آقای بایدن پیروز خواهد شد و با 20
رأی الکترالی که در این ایالت به دست آورد آقای بایدن تا اینجا بر اساس پیشبینی ما به 273 رأی الکترال خواهد رسید آقای بایدن، که به معنای این هستش که رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا خواهد بود. همه منتظر هستند که در ایالت نوادا شمارش بیشتری انجام بشه تا رسانه‌های بیشتری بتونن که پیروز رو پیش بینی بکنند، و بر اساس آنچه که برخی پیش بینی کردند اگر آقای بایدن در این انتخابات هم در این ایالت هم پیروز بشه، اون وقت تعداد آرای کالج انتخاباتی 6 رأی بهش اضافه خواهد شد و فرصت آقای ترامپ برای اینکه بتونه به آقای بایدن برسه تقریبا دیگه غیر ممکن هست، فاصله بسیار زیاد خواهد شد. و همچنان برخی از رسانه‌های آمریکایی هم پیش بینی کردند که او در این ایالت پیروز شده آقای بایدن. یکی دیگر از ایالت‌های مهم هم آریزونا است که در ارتباط با اون هم برخی از رسانه‌های آمریکایی پیش بینی کردند که جو بایدن برنده است، اما همچنان بی بی سی به این نتیجه نرسیده. 11 رأی الکترال داره. اگر که این ایالت‌ها رو آقای بایدن موفق بشه برنده بشه و ما مطمئن بشیم و اضافه بکنیم بر این نقشه، تعداد آرای الکترالش به 290 رأی خواهد رسید. تا اینجای کار آنچه که ما بر روی این نقشه می‌بینیم و بر اساس سابقه انتخابات و اتفاقات سیاسی درون ایالات متحده، مهمترین پیروزی‌های آقای بایدن در این انتخابات در ایالت میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسین و همچنین در ناحیه دوم نبراسکا رقم خورده. این سه ایالت ایالت‌هایی بودند که پیش از این به دموکرات‌ها بارها رأی داده بودند، اما در سال 2016 به آقای ترامپ رأی دادند. ناحیه دوم نبراسکا جایی هستش که تنها یک رأی الکترال از اونجا جو بایدن به دست آورد، اما در دو انتخابات قبلی به حزب جمهوری خواه رأی داده بودند و این بار آقای بایدن موفق شد که این ناحیه رو در واقع از دست دموکرات‌ها خارج کنه. اما آقای ترامپ میگه که شکایت‌هایی رو مطرح خواهد کرد و تلاش خواهد کرد تا از تعداد آرای آقای بایدن کم کنه. این شکایت‌ها تا اینجا مطمئن هستیم بر اساس گفته‌های وکلای آقای ترامپ در ایالت‌های میشیگان، جورجیا، ویسکانسین و پنسیلوانیا مطرح خواهد شد که در مجموع 62 رأی الکترال دارند. اگر آقای ترامپ بتونه موفق بشه در این شکایت‌ها، چه بسا بتونه تا اندازه‌ای بر نتیجه این انتخابات اثر بذاره. اما در ایالت میشیگان که این یکی از این شکایت‌ها مطرح میشه، هر چه که از در واقع شمارش آرا گذشت، فاصله آقای بایدن و ترامپ بیشتر شد و در حال حاضر 147,000 رای بینشون فاصله هست. برای همین اینجا شاید خیلی دشوار باشه که بتونیم پیش بینی بکنیم هر گونه اتفاقی بیفته به نفع آقای ترامپ و تغییر خارق العاده‌ای رخ بده. اما در ایالت جورجیا که در اونجا هم آقای بایدن همچنان پیش هست، فاصله بسیار کمتر هست. صحبت از تنها 7000 رای هست و بسیار هم دشوار هست که بشه پیش بینی کرد چه کسی در این ایالت برنده خواهد شد. آقای ترامپ در این ایالت هم میره که برای یک سری چالش‌های حقوقی و از طریق روش‌های از طریق دادگاه بر تعداد آرا اثر بگذاره. در نهایت در ایالت‌های پنسیلوانیا و ویسکانسین هم شکایت‌هایی مطرح خواهد کرد که تا اینجای کار ما دقیقاً حتی جزئیاتش رو هم نمی‌دونیم. دقیقاً نمی‌دونیم که این چالش‌های حقوقی که وکلای آقای ترامپ دارن روش کار می‌کنن چه هستند. اما بر اساس آنچه که تا اینجا رسانه‌های آمریکایی و از جمله رسانه ما بی بی سی تونسته برآورد بکنه و پیش بینی بکنه، رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده آمریکا بعد از اینکه تمامی این آرا شمرده بشه، جو بایدن خواهد بود. تا اینجای کار 94% آرای کل سراسر آمریکا شمارش شده و 51% این آرا هم به جو بایدن رسیده. 74.5 میلیون رأی به دست آورده در مقابل دونالد ترامپ که او هم رأی واقعا بی سابقه ای میتونم بگم به دست آورده. به عنوان رئیس جمهوری که داره شکست میخوره به 70 میلیون رأی رسیده. به عنوان رئیس جمهور شکست خورده بیشترین رأی رو به دست آورده. همچنین آقای بایدن هم موفق شده رکورد یک آمریکایی رو در هر گونه انتخابات در جمهوری آمریکا در بیش از دو قرن گذشته بشکنه با این بیش از 74 میلیون رأی که به دست آورده و احتمالاً افزایش هم پیدا خواهد کرد. ایالت‌های کارولینای شمالی و آلاسکا نتایجشون احتمالاً به هفته آینده موکول خواهد شد، چرا که اونها از جمله ایالت‌هایی هستند که آرای پستی رو برای روزهای بیشتری بعد از انتخابات به رسمیت می‌شناسند و باید صبر بکنند تا اون روزها برسه تا بتونن بفهمن دقیقاً چند رأی پستی به دست آوردن.
متشکرم ازت کیوان حسینی در لندن. و اما اینجا در واشنگتن نمیدونم صدای اتومبیل ها رو میشنوید یا نه، اکثر خیابان های اطراف کاخ سفید توسط پلیس بسته شده به دلیل اینکه جمعیت زیادی از طرفداران جو بایدن اونجا در حال برگزاری جشن پیروزی برای او هستند. هرچند میدونیم که آقای ترامپ در کاخ سفید نیست، او در یک زمین گلف در ایالت ویرجینیا از قرار حضور داره. همزمان در بسیاری از ایالت های طرفدار دموکرات ها جشن پیروزی برقرار شده. با پیروزی در ایالت پنسیلوانیا جو بایدن نامزد حزب دموکرات پیروز 59مین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد و معاون او کامالا هریس اولین زنی خواهد بود که به معاونت ریاست جمهوری آمریکا در میاد. هرچند روزها و ساعات بسیار شلوغی پیش رو، انتظار میره که آقای بایدن تا ساعت احتمالاً به ساعت 8 به وقت محلی سخنرانی خواهد کرد. با من و همکارانم از اقصی نقاط آمریکا بمانید، برگردیم به لندن با جمال. به تو برمیگردیم رعنا. در خیابان پنسیلوانیا بین دو کانون قدرت، اون طرف گنبد ساختمان کنگره رو میبینیم، احتمالاً روبروش هم ساختمان کاخ سفید هست که کانون این رقابت هاست. آمریکا شاهد انتخاباتی بوده که میزان مشارکت در اون در یک قرن اخیر سابقه نداشته. برنده این رقابت جان فرسا جو بایدن اعلام شده، نامزدی که با گذشتن از عدد طلایی 270 رأی کالج الکترال امید چندانی برای اردوی دونالد ترامپ باقی نگذاشته، اگرچه دونالد ترامپ هنوز تسلیم نشده و میگه که برنده قطعی این انتخاباته. در تازه ترین خبرها بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به جو بایدن تبریک گفتند و گویا شماری از جمهوری خواهان هم نتیجه رو پذیرفتند. پدیده این انتخابات غیر از جو بایدن بدون شک کامیلا هاریس معاون اول ریاست جمهوری منتخب آمریکا است، اولین زنی که در تاریخ آمریکا به این مقام رسیده. پیروزی جو بایدن زمانی مسجل شد که آرای کالج انتخاباتی ایالت پنسیلوانیا به حساب او ریخته شد در یک رقابت بسیار نزدیک. و تازه ترین خبری که داریم اینه که گویا ایالت نوادا هم نتیجهش معلوم شده. همین الان کیوان حسینی اون طرفتر از من در کنار دیواری هست که تمام اعداد و ارقام در اونجا هر لحظه بروز میشه. کیوان به ما بگو که چه اتفاقی افتاد در ایالت نوادا با 6 رأی کالج انتخاباتی. بله جمال، در واقع اتفاقی که افتاد بر اساس آنچه که ما داشتیم همون لحظه فکر می‌کنم چه بسا داشتم در مورد ایالت نوادا صحبت می‌کردم، در همون لحظات در بی بی سی این پیشبینی اتفاق افتاد که ایالت نوادا هم به مجموعه ایالت‌های پیوست که از نظر بی بی سی جو بایدن در اون برنده خواهد شد و به همین دلیل تعداد آرای الکترالی که ما برای او پیش بینی می‌کنیم دیگه از این به بعد 279 هست در برابر 214. همچنان منتظر آریزونا هستیم، یکی دیگه از ایالت‌های هستش که امکان داره امشب در ساعات پیش رو بی بی سی موفق بشه که پیش بینی بکنه برنده اونها. برنده شدن آقای بایدن در این ایالت‌ها و افزایش آرای الکترالش قطعاً کار آقای ترامپ رو دشوارتر خواهد کرد. فراموش نکنیم ایالت نوادا هم از جمله ایالت‌هایی هستش که حتی وکلای ترامپ صحبت چندانی از به چالش کشیدن آرای اون نکردند، چرا که اون وقت اگر اونها حتی در این قسمت موفق بشن چالش‌های حقوقی جدی رو هم درست بکنن، همچنان تعداد آرای الکترال آقای بایدن امکان داره بیشتر از 270 باشه و از این جهت شانس حقوقی و دعوای در واقع منحصر به فرد آقای ترامپ و کارزارش علیه جو بایدن ضعیف‌تر هم خواهد شد. جمال،